اهل بیت خیلی سفارش کردن به خوردن سیاه دانه و قرار دادنش تو برنامه غذاییمون. روایت داریم ان فی شونیزه شفا من کل دا، نه دواس، شفاست، شفا از هر دردی. شونیز هم سیاه دانه یا حبت و سودا بهش میاد در روایت. حضرت از ما ازش استفاده میکنیم للحما، برای تب و سودا، برای میگرن و رمد، برای چش درد، برای درد بطن، شکم درد، و لکل ما یعرض لی من الاوجاع. و از اینکه برای هر دردی که به ما رو بیاره ما میریم سراغ سیاه دانه. یه جلسه داشتیم با یک سری اساتید و حالا پروفسورهای طب و این چیزا. من نماینده طب اسلامی بودم، اون نماینده طب سنتی بودم تو نهاد ریاست جمهوری تهران. خودشون با خودشون گفتن، یعنی بحثشون شد که قرار نیست هر چیزی رو ما براش دارو داشته باشیم. تو صحبتشون حرف جالب این بود که میگفتن آقا ما تو طب سنتی هر وقت جایی میمونیم نمیتونیم تشخیص بدیم که بیماری از کجاست، ریشه‌اش چیه. میگفت عسل سیاه دانه. میگفت تنها راه نجات ما اینه، یعنی جایی هیچ وقت گیر نمی کنیم. که حالا عزیزانی که روزانه میخوان، آره، میگن که شما مثلا میگید آقا یه مصرفی یه سه چیزا برای پیشگیری کرونا خوبه و دارو هم نباید باشه و تغذیه باشه، پایین ترین حجم در نظر میگیریم. یعنی میگیم آقا 7 تا دونه که میشه مثل غذای روزمره، یعنی ادویه داخل غذایی تونه، ضرر مبتلایی نداره. ولی بیمار که میشه 21 عدد تجویز میکنیم.